خط مهمترین خبرها از وضع محدودیت بر بانوان تا کاهش کمک های مالی به افغانستان بریتانیا حدود 6 میلیون پوند از بودیجه کمکی به افغانستان را کاهش داده است سطح نامی کشورها از وضعیت حکومتداری در افغانستان در حال بلند رفتن تکرار خواست های جهانی بر بازگشایی درهای آموزش و بانوان اف بینان ملل خواستار بازگشایی مکتب ها برای دختران در افغانستان شده است دغه ملي ګامونه د افغان همیشه خپل واکمنۍ ته از تعامل سیاسی تا ستایش از همبستگی قومی نماینده ویژه ایران تعامل شیعه های افغانستان را با امارت اسلامی مثبت خوانده است کاظمی قومی در خبری که افغان شیعگان و طالبان رابط بد شسی مثبتی داد واری چه طالبان و سر نور هم خبرزان نجده که از حمله به اوکراین تا تقویت نگاه امنیتی به بلاروس روسیه هسته ای تاکتیکی را در بلاروس مستقر میکند درود و مهر بر شما من طیب سریقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید امروز یک شنبه چهارم رمضان سال 1444 قمری برابر است باشه شما حمل سال 1402 خورشیدی مشروع خبرها دولت بریتانیا حدود 6 میلیون پوند از بودیجه برنامه پشتیبانی از بانوان و دختران آسیب پذیر در افغانستان را کاهش داده است. در پی این اقدام سازمان نجات کودکان گفته که ممکن پروژه های آموزشی این نهاد برای دختران و بانوان در افغانستان در ماه روان تعطیل شود. سازمان نجات کودکان یا سیفت چلدرن افزوده که بنابر تصمیم پیشین قرار بود بخش های لازم از سوی وزارت خارجه بریتانیا 7 میلیون پوند کمک های لازم در بخش آموزش و بهداشت دریافت کند اما در حال حاضر تنها یک میلیون پوند از این بودجه را دریافت خواهد کرد این نهاد تاکید کرده که در حال تلاش برای تامین بودجه برای ادامه یک کار است تا راه نجات برای بسیاری از کسانی که با خطر ازدواج زود هنگام خشونت و سایر شکل های استثمار روبرو اند را دریابند به شیر احمد شیرزاد گزارش میدهد کاهش کمک های بریتانیا و احتمال مسدود شدن برخ پروژه های آموزشی سازمان پشتیبان کودکان رسانه گاردین گزارش داده که دولت بریتانیا حدود 6 میلیون پوند از بودجه برنامه پشتیبانی از بانوان و دختران آسیب در افغانستان را کاهش داده است. این رسانه همچنان به نقل از گوین هاینز مدیر عامل سازمان پشتیبان کودکان یا سیو د چیلدرن گفته که در پی این اقدام سازمان پشتیبان کودکان گفته که ممکن پروژه های آموزشی این نهاد برای دختران و بانوان در افغانستان در ماه روان تعطیل شود تصمیم برای قطع میلیون ها کمک مالی به کودکان افغان پیام بده به جهان می فرستد که بریتانیا با آسیب پذیر ترین کودکان و خانواده ها در یکی از چالش برانگیزترین شرایط جهان پشت می کند. الفاظ بریتانیا مبتنی بر پشتبانی از زنان و دختران در افغانستان اکنون پوچ است. به گفته این مسئول سازمان پشتیبان کودکان، کودکان افغان که در حال حاضر از گرسنگی و بیماری می اکنون با عدم دریافت بودجه برای برنامه های اساسی غذا، بهداشت و آموزش مواجه هستند که توسط دولت بریتانیا برداشته شده است. در وضعیتی که افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر به کمک های در زمینی آموزش نیاز دارد، در همچه یک وضعیت قطع کمک های کشورهای جهان در این خصوص میتانه نشان بده که افغانستان آرام آرام از مهراق توجه کشورهای جهان دور میشه همچنان این تصمیم میتانه بیانگری ازی باشه که سطح نامیهی کشورها از وضعیت حکومت داری در افغانستان در حال بلند رفتن است. این نهاد تاکید کرده که در حال تلاش برای تامین بودجه برای ادامه کار است. تا راه نجات برای بسیاری از کسانی که با خطر ازدواج زودهنگام، خشونت و سایر شکل های استثمار رو اند دریابند با توقف خدمات و یا کمک های نهاد های بین المللی متاسفانه فقر و مشکلات رفایی تحصیلی و فرهنگی مردم افغانستان و مشکلات اجتماعی مردم افغانستان در کل افزایش می‌یابد و در پهلوی بحران بشری و مشکلات وافر فقری که ما داریم ابعاد نیست دارای یا ایجاد کننده مشکل به مردم افغانستان در زندگی اجتماعی و روزمریشان میشه اما وزارت خارجه بریتانیا گفته که بریتانیا تنها در سال جاری بیش از 237 میلیون پوند کمک های نجات دهنده را به آسیب پذیرترین افغان ها پرداخت کرده است و از کار سازمان نجات کودکان از طریق طرحهای مانند صندوق باسازی افغانستان و آموزش دختران پشتیبانی خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت امارت اسلامی خواست تا به دختران اجازه دهند که به مکتب بروند زیرا این حق بشری دختران است این سازمان با نشر توییت گفته که افغان ها افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آنجا از آموزش محروم هستند در عین حال روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که با ممنوعیت آموزش دختران مکتب های مخفیانه در خانه ها افزایش یافته است در این گزارش آمده که برخی از مقام های امارت اسلامی به دختران خود اجازه دادند که برای ادامه تحصیل در این صنف های مخفی شرکت کنند حمیرا یوسفی به جزئیات این گزارش پرداخته است ادامه خواست ها بر بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت امارت اسلامی خواست تا به دختران اجازه دهند که به مکتب بروند زیرا این حق بشری دختران است طالبان باید به با دختران اجازه آموزش را بدهند زیرا حق اساسی آنهاست افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آنجا از آموزش محروم هستند پس از دیدار با اعضای جمع حاکم در افغانستان با آن که هیچ گونه دستاورد مثبت و عملی بر بهبود وضعیت زنان افغانستان و تامین و حقوق و آزادی هایشان نداره باعث میشه که با, با گذشت هر روز مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان اعتماد و باورشان به با این سازمان ها و کشورهای جامعه جهانی در این حال روزنامه والستریت ژورنال گزارش داده که با ممنوعیت آموزش دختران مکتب مخفیانه در خانه ها افزایش یافته است در این گزارش آمده است که برخ از مقام های امارت اسلامی به دختران خود اجازه دادند که برای ادامه تحصیل در این صنف های مخفی شرکت کنند. برخی از عضوهای طالبان با سرپیچی از فرمان حبت الله رهبرشان مخفیانه دختران خود را به مکتب های زیرزمینی یا برای تحصیل به کشورهای مثل پاکستان میفرستند. د امیرمنو د حقوق پکلباندی خپل غاډم ايشات څرګند کړه ایده خو د افغان امیرمن هیڅ وخت امید او سترګي دې تنه دی چې دغه بای ملي ټولنه به څه وخت پر فیصله کوي یا فشار ورودوي دی په خاطه چې تل راځي پورې کوم عملی ګامونه نه دی پورته شینی دغه عملی ګامونه د افغان امیرمن ستر سترګي هميشه خپل واکمنۍ تدې اسوی هم شماره از بانوون در اعتراض با آغاز جدید تعلیمی بدون حضور و دختران به جاده ها رفتند و با شعار تحصیل کار و آزادی از امارت اسلامی خواستند تا درهای مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران و بانوان کشور بازگشایی نمایند. این در حال است که امارت اسلامی از زمان حاکمیتشان تا کنون مکتب ها را برای دختران بالاتر از سنفششان بستند. با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی و در حالی که چندین روز از آغاز سال نو تعلیمی در بخشهای سرسیر افغانستان می گذارد، اما امارت اسلامی تصمیمشان را مبنی بر مکتب مکتبها و دانشگاه ها تغییر ندادند. نماینده ویژه سرپرست سفارت ایران در کابل نوع تعامل شیعه ها با حکومت سرپرست افغانستان را در راستای انسجام و همبستگی مثبت خوانده است سفارت ایران با نشر تویت نگاشته که کازمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در دیدار با برخی از عضوهای شورای علمای شیعه افغانستان تعامل آنها را با حکومت سرپرست در امر انسجام و همبستگی مثبت توصیف کرده است این گفته ها در حال مطرح می شود که برخی رهبران سنتی شیعه در افغانستان با انتقاد از ساختارهای تک محورانه حکومت سرپرست خواهان تشکیل حکومت فراگیر که در برگیرنده ی تمام قشرهای جامعه باشد شدند در همین حال برخی آگاهان باورمند هستند که تعامل مثبت و مبنی بر واقعیت های عینی افغانستان با حکومت سرپرست یک امر حیاتی است اما نگاه بازیگران بیرونی در رابطه با قومیت ها و مسئله های داخلی افغانستان سیاسی و منافع محور است. قسیم عزیزی با جزئیات بیشتر. از تعامل سیاسی با حکمت تا ستایش از همبستگی های قومی. سفارت ایران با نشر تیویت نگاشته است که نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در کابل با برخ نماینده ها و عضوهای شورای علمای شیعه در افغانستان دیدار و روی انسجام و همبستگی بحث و تبادل نظر کرده است. کازیمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان شیوه تعامل شیعیان افغانستان با حکومت طالبان را مثبت خواند و این رویکرد را در راستای انسجام و همبستگی جامعه افغانستان قلمداد کرد نماینده ای ویژه ای ایران در حالی از تعامل شیعه ها با حکومت سرپرست ستایش می کند که رهبران سنتی شیعه ها هم مانند محمد محقق و کریم خلیلی از عدم حضور شیه ها در ساختارهای حکمتی همواره انتقاد کرده است زه فکر کومه چه د کامی قومی دغه خبر چه افغان شګانو او طالبان رابط باید شوسې مثبت ده غواړي چې طالبانو سره نور هم خپل ځان نږدې کې او د افغانانستان د خواخضرن مطبئن کې دوه رژیمونه په دې پیژ کې یو سکوت وکړي د بل سکوت اتم کېږي او دوه په دې پیژ کې په منځق کې یو واز دي بل څوکار د رابط نور سره لري او دغه انزوات سخر راوتل د دوه په نافږي برخی آگاهان باورمند هستند که نگاه ایران در رابطه با مسئله های قومی و مذهبی افغانستان ریشه در نگاه های سیاسی این کشور دارد. ایران از زمره کشورهای پیشگام و تاثیرگذار در معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان خوانده می شود و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان سیاست های تعاملی این کشور با حکمت سرپرست نیست قابل دید بوده است. ایران در طول سالها یک برخورد دوگانه با مردم افغانستان داشته هی کاش در افغانستان یک تعامل مثبت یک تعامل واقعی روی کرده به خاطر انسجام مردم افغانستان شکل بگیره که یقینا این تعامل مثبت و این روی کرده مثبت به نفع مردم افغانستان است افغانستان زادگاه قومیت هاست تاجیک ها پشتون ها ازاره ها و ازبک ها از شمار قومیت های بزرگ در کشور تعریف می شوند اما وابستگی های جغرافیایی و مذهبی این قومیت ها به بیرون همواره درد سرافرین برای بقای سیاسی و اقتصادی افغانستان بوده است برخی ها اما باورمند هستند که ایران با نگاه دیرینه مذهبی سیاسی به عنوان عقبه حمایتی برای شیعه های افغانستان تعریف می شود در حال که شهروندان کشور از بلند بودن نرخ مواد خوراکی به ویژه در روزهای رمضان نگرانند، وزارت مالی از کاهش بهای برخی از مواد خوراکی در این روزها خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید به منظور پیشگیری از بلند رفتن بهای مواد خوراکی، با توجه به وضعیت اقتصاد مردم تا 80 درصد در بهای مصارف گمرکی مواد خوراکی کاهش آمده است. در همین حال آگاهان امور اقتصادی به این باورند که کاهش مصرف‌های گمرکی میتواند در ثبات اقتصاد و بهای مواد نقش مثبت داشته باشد آنان همچنان از امارت اسلامی میخواهند تا در کنترل بهای مواد خوراکی توجه جدی کنند با که شهروندان از بحر بلند رفتن بهای مواد خوراکی به ویژه در روزهای رمضان شاکی هستند، وزارت مالیه برخلاف اما از کاهش بهای مواد خوراکی در روزهای رمضان خبر می دهد. مسولان وزارت مالیه میگوين چې تازهګي حدود 17 اله 80% در بهای مساريف گمرکي مواد خوراکي در گمرکوي كشفر کاهش اومده است په با بازارونو کې د خوراکي موادو د بيو د لوړېدو د مخنيوي د پاره او د خلکو د اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره پروش paš کلمه خوراکي ټوکو لکه کچالو روميان بینډي مننه خرمه او هندوانه بندي ګمرکي تعارفه لول سلنې څخه تر اتیا سلنې پورې راټیټ کړل سوی گفته می شود این تصمیم به هدف پیشگیری از افزایش بهای مواد خوراکی از سوی وزارت مالیه گرفته شده است آگاهان اما باورمند هستند که تعیین نرخنامه ها و کاهش مصرف های گمرکی از سوی امارت اسلامی در ثبات اقتصادی و بهای مواد نقش مثبت دارد کنترل بازار و همچنان تعیین نرخنامه و مجازات و مکافات شدید باعث از شد که نرخ ها ثبات اقتصادی را در افغانستان پیدا بکنه و کس نتانه که از او سوی استفاده بکنه یگانه رای حل است که امارت اسلامی باید آن بپردازه با آنکه آگاهان از این تصمیم امارت اسلامی استقبال می کنند اما تخفیف در نرخ ها را بسنده نمی دانند بلکه از امارت اسلامی می خواهند تا باید بالای نرخ ها کنترل داشته باشد خواهش جدی ما از اسلامی همی است که سبسایدی را هم بیشتر بسازند نرخواه را هم تخفیف و تنزل بتن و از طرف دیگه چیزی مهمی است که کنترول را جدی تر بسازند نظارت را جدی تر بسازند شهروندان کشور همچنان از مسئولان امارات اسلامی می که در کنترل بهای مواد خوراکی توجه جدی کنند یک مجتمع کشاورزی در ولایت کندوز گشایش یافت این مجتمع که در آن انواع گوناگون سبزیجات کشت می شود در ساحه 25 جریب زمین ساخته شده و 300 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته است مسئولان محلی ولایت کندوز می گویند که با گشایش این مجتمع کشاورزی در کنار پایان دادن پایان آمدن بهای سبزیجات در بازارهای این ولایت همچنان زمینه اشتغال را به ده تن از شهروندان این ولایت مساعد ساخته است گشایش یک مجتمع کشاورزی در ولایت قندوز این مجتمع کشاورزی در یک روستا در ولایت قندوز در ساحه بیش از 25 جریب زمین زراعتی ساخته شده است. به گفته مسئولان محلی ولایت قندوز این مجتمع 300 هزار دلار هزینه برداشته است. مسئولان محلی ولایت قندوز همچنان میگویند با گشایش این مجتمع کشاورزی در کنار پایان آمدن بهای سبزیجات در بازارهای این ولایت همچنان زمینه اشتغال را به از شهروندان این ولایت مساعد پس لهو کسان تقریبا په کار باندې بوخت پس لهو کسان او اینده کې منګه نور پړاونم د دې لپاره دا خو ډېر ورلکه کار دن موږ غواړو د نور مسات ورکوه هینګدلته وکړو تاسو دل پیاز دی وندانی دی خټکی دی دا شاند به من نور هم دې ته وډ ورکو رومي انده کار به ان شاء الله <سؤال> د منګه اوله اولنی کني بلکې دا نورم دا گرین هاوس دلته تقریبا د شل <سؤال> 22 جری په مو جوړ کړی دی دا تقریبا 260000 لک تر 300000 لک روپیه دلته مصرف راغلی پر, پر هر جریب باندې در لس تیم 40000 لک روپیه مصرف باندې دا جوړ شوی دی نو دی کې وڅ ان شاء الله موږ بادره کړل دي رومي دي رومي ست پکشه ایندې ته مطلب بانجان کړو مرج کړو څه چې ځاتې دا غواړو کوشش کوو کش دا درې څلور ولایت ته موږ دا سبزی ورسوو موکه ان شاء الله برخ شهروندان این ولایت که در این مجتمع زمینه اشتغال با آنان فراهم شده با قدردانی از مسئولان حکومتی از فراهم سازی زمینه کاری با آنان از بازرگانان افغان میخواهند تا در کشور خود سرمایه گذاری نموده و زمینه کار را به شهروندان کشور فراهم کنند. نو موږ ډېر دي خوشاله یو د نور خلکو سرما د خوایشتې چې د کارونه په لکې تاوار د یو څه شرکت کڅګول خانه یو څه بل کاری چې د افغانستان ولز بیکار او ولز پر کار سیمه د ډېر د دولت سره ډېر خوشاله یو چې د کارونه مشت درخړې برابر کړی موږ د لمن سره غړي دلته په دغه ګولخانه کې کار کوو داس موږ مسلک دي دلته دغه خلک د جز خلک نه یو سره ولادت چې د کار سره د کارته سره پوس موږ دوا سره لاس کاسه دلته راغلي دلته د کار کوو این مجتمع کشاورزی در حال در این ولایت گشایش و به بهره برداری سپرده می شود که به گفته شهروندان این ولایت در سالهای پسین توجه بیشتر در بخش کشاورزی در این ولایت صورت گرفته است. و در مهمترین های جهان هم روسیه صلاح های هسته تاکتیکی را در بلاروس مستقر می کند. در پی افزایش تنش بین روسیه و غرب بر سر جنگ اوکراین رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو و های هسته تاکتیکی را در بلاروس مستقر خواهد کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه به کنگرس این کشور نوشته جمهوری اسلامی ایران از گروه های شبه نظامی در سوریه برای انجام حمله های بیشتر به پرسنل و تاسیسات آمریکا پشتیبانی کرده است در همین حال وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های پسین آمریکا به خاک سوریه را محکوم کرده است و پلیس آلمان اعلام کرده که در دومین تیراندازی مرگبار تا یک ماه پسین در شهر هامبورگ دو تن کشته شدند جزئیات بیشتر در بسته خبری روسیه سلاحهای هستهای تاکتیکی در بلاروس مستقر می کند. در پی افزایش تنش بین روسیه و غرب بر سر جنگ اوکراین رئی جمهوری روسیه روز شنبه گفت که مسکو سلاحهای ای تاکتیکی را در بلاروس مستقر خواهد کرد به گزارش رویترز ولادیمیر پوتین گفت که روسیه ده فروند هواپیما را که قادر به حمله سلاحهای اتمی تاکتیکی در بلاروس اعزام کرده است پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی تاکید کرد که روسیه پیش از این تعداد از سیستم های موشکی تاکتیکی اسکندر را به بلاروس منتقل کرده است که می توانند سلاح های اتمی پرتاب کنند رئیس جمهوری روسیه مشخص نکرد که این سلاح ها چه زمان به بلاروس منتقل خواهند شد پس از دهه 1990 میلادی این نخستین بار است که روسیه چنین تسلیحات را در خارج از کشور مستقر می کند پیش از این مقام های روسیه ها گفته بودند که این کشور برای دفاع از خود آماده استفاده از هر ابزاری از جمله سلاح های هسته ای است پوتین گفته است که الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهوری بلاروس مدت هاست که موضوع مستقر کردن سلاح های اتمی تاکتیکی را در کشورش مطرح کرده است پوتین تاکید کرده که روسیه بدون نقض تعهدات جهانی خود در مورد عدم گسترش سلاح های هسته این سلاح های اتمی تاکتیکی را در بلاروس مستقر می کند بلاروس با سه عضو سازمان ناتو هم مرز است جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در نامه به کنگره این کشور نوشته جمهوری اسلامی ایران از گروه های شبه نظامی در سوریه برای انجام حمله های بیشتر به پرسونل و تاسیسات امریکا پشتیبانی کرده است در همین حال وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه حمله های پسین امریکا به خاک سوریه را محکوم کرده است با گزارش شبکه CNN جو بایدن در نامه به با کانگرس در درباره صدور مجوز حمله هوایی در برابر مواضع گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه توضیح داد او نوشته است این حمله ها به منظور حفاظت و دفاع از پرسونل ما مختل کردن مجموع حمله های متداوم در برابر امریکا و شریکان ما و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. رئی جمهوری امریکا تاکید کرد که حمله های این کشور بر روش انجام شد که هدف از آن ایجاد بازدارندگی محدود کردن خطر تشدید تنش و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بود. این نامه بر بنیاد قانون نوشته شده که رئیس جمهوری امریکا را ملزم می کند پس از اقدام های نظامی کانگرس را مطلع کند بیشتر رئیس جمهوری امریکا در جریان سفر به کانادا درباره این حمله ها گفته بود ایالات متحد بدون شک به دنبال درگیری با ایران نیست اما آماده است برای محافظت از شهروندان امریکا با قدرت جواب بدهد وزارت خارجه سوریه در بیانیه خود بار دیگر وعده داد که به اشغال سوریه از سوی امریکا پایان خواهد داد بر بنیاد آمار سازمان ناظران حقوق بشر سوریه تا کنون دست کم 19 شبه نظامی مورد پشتیبانی ایران در حمله های امریکا کشته شدند که 11 تنشان سوری هستند. و در پیه تیراندازی در شهر هامبورگ دو تن کشته شدند. پلیس آلمان امروز اعلام کرده که در دومین تیراندازی مرگبار تا یک ماه گذشته در شهر هامبورگ دو تن کشته شدند. پلیس از اظهار نظر درباره عامل تیراندازی خودداری کرد. نهم این ماه نیز بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح در یکی از کلیسه ها در هامبورگ هفت تن کشته و شمار زخمی شده بودند جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است بر بنیاد گزارش روزنامه بلد اندکه پیش از نیمه شب با پلیس تماس گرفته شد و ماموران امنیتی به سرعت به محل رویداد شتافتند اکنون هم آب هوای کابل چند ولایت دیگر و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این بود خبرها در این ساعت ممنون است توجه و همراهیتان بقیه وقت بر شما خوش خدا نگهدار